به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی. ایرانیان عزیز، از سمرقند و بخارا گرفته تا کابل و دوشنبه و بحرین و باکو، درود میفرستم به همه شما عزیزان ایرانیان گرامی در سر تا سر این جهان. وعید فرخنده هستم و با یکی دیگه از برنامه‌های کلیدواژه در خدمت شما هستیم. امروز قبل از اینکه حالا من برنامه رو بخوام آغاز کنم، یک نکته ای عرض کنم. در دو برنامه آخر ما، حالا به دلیل تغییراتی که به وجود اومد در هم تیتراژ ابتدایی برنامه، هم تیتراژ پایانی برنامه و همچنین یه سری تغییرات فنی که ایجاد شد، ما مشکل صدا داشتیم به ویژه در یک برنامه و با آقای کوچ‌نژاد. در برنامه دوم آقای حشمت رئیسی، نور ایشون خیلی کم بود و بسیاری از دوستان در کامنت ها به این اشاره کرده بودن که مشکل فنی از روی ایشون بود و خیلی تلاش کردیم که این مشکل رو برطرف کنیم، اونتا نشد. اما فقط من خواستم اول برنامه اینو اشاره کنم، چون دیدم خیلی از دوستان کامنت گذاشتن و انتقاد کردن از این موضوع و این خواستم اینو توضیح بدم که امیدوارم که حالا این تغییراتی که وجود اومده مورد پسند شما قرار گرفته باشه و بابت مشکلات فنی هم شخصا عذرخواهی میکنم و توضیح هم دادم که به چه دلیل بود و به هر حال سعی میکنیم از این برنامه به بعد دیگه این مشکلات تکرار نشه. خب امروز موضوعی که میخوایم دربارش بپردازیم در رابطه با آقای رضا پهلوی و عملکرد ایشون در به ویژه سالهای اخیر و همین روزها و ماهای اخیر بوده که دربارش صحبت خواهیم کرد. در این رابطه در خدمت جناب آقای حسن بهگر هستیم، مهمان امروز برنامه ما هستم. من درود میفرستم به شما آقای بهگر و خیلی خوش آمد. درود به شما و درود به شنوندگان عزیز و سپاس از دعوتشون. خواهش میکنم، ممنون که دعوت بنده رو پذیرفتین. آی بهگر، نمیدونم از کجا شروع کنیم. من دیدم یک مقاله چندی پیش شما به نگارش درآوردید با این عنوان که شاهزاده چه میگوید، و در اون مقاله توضیحاتی دادید در رابطه با عملکرد شاهزاده رضا پهلوی و خب فکت هایی آوردید، اشاراتی داشتید از گذشته تا به امروز. حالا من نمیدونم از کجا بخوایم شروع کنیم، ولی به نظرم میاد که حالا شما یه مقدمه‌ای بفرمایید و بعد من سوالامو مطرح کنم در رابطه با آقای پهلوی. خب همین دوستان میدونن مدت هاست به قول معروف دیگه تو جهان امروز پادشاهی مدت هاست ور افتاده و فقط توی کشورهایی مثل انگلستان و سوئد و بلژیک اگر پادشاهی هست به عنوان سمبولیک و به عنوان سمبول ملت در حقیقت نشان داده میشه و مقام تشریفاتی است و نه چیز دیگه. در حقیقت مردم دیگه از سلطه امپراتوری ها در آمدن و دنبال مسائل دیگه ای هم مثل دموکراسی و این حرف اول رو در حقیقت میزنه. ما هنوز میدونیم که به اصطلاح پس از جنگ دوم جهانی لیبرال دموکراسی در مبارزه با فاشیسم و نازیسم و حتی کمونیسم پیروز از آب در اومد و سابقه درخشانی که این مقوله به اصطلاح با در مبارزه با استبداد دینی و استبداد شاهی داشته به نظر من موفق بوده و هنوز هم هست. شاهزاده اوایل به اصطلاح که از ایران آمد بیرون و اینا ادعای پادشاهی داشت، خیلی مشخص ویدیوش هم موجوده، ولی در سالهای اخیر هم جمهوری خواه هست و حتی جمهوری خواه رو ترجیح میده بر پادشاهی و خودش یه تشدت فکری ایجاد کرده که هم میخواد پادشاه مشروطه باشه چون هوادارانش میخوان و هم جمهوری خواه هست به خاطر اینکه خودش میخواد.
و این ولی کماکان همه به اصطلاح هوادارانشون رو به عنوان اعلی حضرت میشناسن و اعلی حضرت هم خطابش میکنن. به هر حال این توی اپوزیسیون خودش تبدیل به یک موزلی شده که به خصوص با کارهایی که کرده که میتونیم بعدم بهش بپردازیم بر موزلات زیادی افسوده به نظر من. اگر سوالی دارید در خدمت. خواهش میکنم. من حالا در رابطه با چند تا سوال مهمه در رابطه با آقای رضا پهلوی میخواستم صحبت کنیم، من به خصوص در رابطه مواضعی که اخیر داشتن. حالا ما به نظرم همون جنبش مهسا آغاز کنیم. به هر حال ایشون اومدن وارد یک ائتلافی شدن که در اون ائتلاف افراد شناخته شده تجزیه طلب هم وجود داشتن. حالا من اسامیشون اگر بخوام بیارم به نظر نیارم بهتره، چون همه میدونن چه شخصیت هایی بودن. میخواستم در رابطه با همین مسئله این نکته صحبت کنم، چون احساس میکنم یک حالا پارادوکس هایی وجود داره و یک تناقض هایی وجود داره بین حرف های شاهزاده رضا پهلوی و عمل کرده ایشون. از یک جایی به بعد مثلا ایشون میان در رابطه با یک پارچگی ایران صحبت میکنن در اون شبکه تعطیل شده این من و تو و مثلا تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت میشناسم، این نکته مثبتیه خوبه، ولی در عمل که میبینیم وارد یک بازی هایی میشن و وارد یک به قول معروف یک داستان هایی میشن که این مغایرت داره با بیان ایشون و صحبت های ایشون. میخواستم ببینم این پارادوکس از کجا داره میاد، آیا این واقعا مشکل شخصیتی ایشونه میبخشید یا حالا اطرافیان ایشون دارن روشون تأثیر میذارن، یا واقعا تحت بازی دولت های بزرگ قرار گرفته، دولت های بزرگ غربی قرار گرفته. نظر شما در این رابطه میخواستم بدونم. خواهش میکنم. این مسئله علاقمندی به نشست و برخاست و تجزیه طلب ها یه مقدار طولانی تر از جریان مهسا هست. اگر اجازه بدید به اون بپردازیم. اولا حتما حتما من از جریان مهسا اشاره کردم، چون مشخصا دیگه خیلی مسئله روش به قول من صحبت شد، در روش تحلیل شد، طبعا از قبل بوده. بله بفهم. این انقدر به اصطلاح مسبوق به سابقه است که داریوش همایون بهش بارها تذکر داد و اینا تمام نامه ها و اسنادش موجوده و حتی ایده از حزب مشروطه به اصطلاح جدا شدن و بهش ایراد گرفتن که آقا تو که پادشاهی به اصطلاح مدعی پادشاهی هستی، خب اگر از تمامیت ارضی دفاع نکنی دیگه چی از سلطنت باقی میمونه که یک مقام تشریفاتی است. ولی خب گوش نکرد. نشون میده که این یه پایه کاملا اصولی برای ایشون هست و این میتونیم اون رو در علاقمندی ایشون در خواستار به اصطلاح کمک از خارجی اون رو بدونیم، به خاطر اینکه اگر پدرش تو کودتای 28 مرداد ناچار شد که تن به کمک خارجی بده و کودتا بشه، ایشون از حالا ملتمسانه دنبال کمک‌های خارجیه و به دیدار ادلسون میره که مثلا میگه من پیشنهاد میده که به بمب اتم استفاده کنن در برای ایران، یا خب میره برای جلب کمک اسرائیل میره دیوار نطفه و از این کارها. خب اینا همه نشانگر یه طرز فکر خاصی است و این رو کاملا دنبال کرده و میبینیم که قبلا هم تو شورای گذار ایشون اومد لندن با همین آقای احمد رأفت یه مصاحبه انجام داد و خطاب به اصطلاح هوادارانش گفت که شما همواره میگفتید که چرا تشکیلاتی ندارم، خب الان تشکیلاتی به وجود اومده شما درش مشارکت کنید. خب شورای گذار چی بود؟
شورای گذار متشکل از اول از حسن شریعت مداری بود، بعد عبدالله مهتدی بود، اینا که همشون تجزیه طلبند، و حتی ناصر بولیدی از چهره های تجزیه طلب بلوچستان، همه اینا عضو شورا بودند. و این شورای گذار به قدری مفتضح بود که دیدیم که شخصی به اسم ضیاء صدرالاشراف پیشنهاد کرده به عنوان وزیر فرهنگ، به اصطلاح مسئول فرهنگی این جریان، که زبان فارسی حذف بشه و به جاش زبان انگلیسی تدریس بشه، که به قدری با مخالفت روبرو شد که ناچار شد شورای گذار این آقا رو از این شورا بیرون بندازه. خب ما این روند رو میبینیم تا تو جریان مهسا، همینجور که شما فرمودین، بعد اونجا میاد منشوری را امضا میکنه با شرکت همین آقای عبدالله مهتدی که میدونیم از جریان تجزیه طلب پانکردی در حقیقت میاد، و تو این منشور که به نظر من تاریخیه و نقطه اختتام بر مسئله شاهزادگی رضا پهلوی میگذاره، این است که در این منشور اسمی از ملت ایران نیست، ولی از اقوام و حقوق اونها و زبان اونها به صراحت یاد شد. یک مسئله خیلی مهمی که حالا شما باز بهش اشاره کردید، حالا از شورای گذار میایم تا همون ائتلاف جورج تاون و این همکاری نزدیک با تجزیه طلبان و افرادی که خواستار حذف هویت‌های ملی و تاریخی ما هستن، مثل حذف زبان ما، زبان فارسی، خیلی مسئله مهمیه، چون به هر حال می‌بینم که هنوز اون دسته دارن هنوز فعالیت خودشون رو انجام میدن. و حالا اسامی که هم نام بردید از افرادی مثل مهتدی و شریعت مداری، چون من میدونم شما اصالت آذربایجانی هم دارید، آذربایجان ایران عزیزمون، و خیلی بارها دیدم در رابطه با آقای شریعت مداری می نویسید و خب اهداف ایشون و حالا قصد ایشون در رابطه با اون منطقه و در این سالهای اخیر به ویژه، چون فعالیت بسیاری هم داشتن از ابتدای شورای گذار به این، و می دیدم که مواضع محکمی می گرفتید، در اینجای تبریک داره. اما بعد از طوفان الاقصی و جنگ غزه، البته از قبل شروع شد، و سفر رضا پهلوی ما به اسرائیل داشتیم، و بعد از اون هم به هر حال باز هم صحبت آذربایجان هم مطرح شد به دلیل نزدیکی رابطه اسرائیل و باکو. پارلمان اسرائیل میاد یک بیانیه امضا میکنه، توسط نمایندگان تماما امضا میشن، که خاک آذربایجان ایران متعلق به باکوه، و حالا طبق اون برنامه‌ای که داشتن، اهدافی که در این سالها روش برنامه ریزی کردن، هزینه کردن و حالا به هر صورت فعالیت داشتن تا به مقصود خودشون برسن، دقیقا بعد از پایان سفر رضا پهلوی و خروج رضا پهلوی از اسرائیل، این بیانیه صادر میشه و امضا میشه توسط نمایندگان پارلمان کنست اسرائیل، و خب اتفاقات میفته. میخواستم در رابطه با همین رابطه نزدیک رضا پهلوی و اسرائیل هم یه مقدار صحبت کنیم، چون ما در همین برنامه، در همین کانال، ساعتها در رابطه با مسئله اسرائیل صحبت کردیم، به ویژه اینکه خب میبینیم بسیاری از سلطنت طلبان علاوه بر رضا پهلوی، بسیاری از سلطنت طلبان و هواداران رضا پهلوی در تقریبا اکثر تجمعات خودشون پرچم اسرائیل هم همراه خودشون دارن، و خب این به نظر میاد یک زنگ خطر میتونه باشه برای تمامیت ارضی کشور، چون حالا فارغ از اون اختلافات ایدولوژیکی که به دلیل حالا مذهب یا دین یا هر چیزی میشه اسمشو گذاشت، ما
ما ساعتها در همین برنامه صحبت کردیم که مشکل اساسی و دشمنی اسرائیل و ایران یا ایران با اسرائیل اصولا اون اختلاف نظری ملیه و اسرائیل با موجودیت ایران و با تمامیت ارضی کشور ایران مشکل داره. اما خب میبینیم آقای رضا پهلوی و همچنین هوادارانشون خیلی دارن تلاش میکنن خودشون رو نزدیک نشون بدن به اسرائیل، در حالی که نه تنها الان در کشورهای منطقه غرب آسیا که اکثریت مسلمان هستن، در اکثر کشورهای جهان الان مردم عادی دارن به قول معروف از فلسطین حمایت میکنن و با این جنایاتی که اسرائیل به هر حال در این 10 ماه رقم زده در نوار غزه و بمب هایی که ریخته سر کودکان فلسطینی، میبینیم که خب به هر حال جو و فضای عمومی به نفع اسرائیل نیست. اما این اصرار آقای رضا پهلوی و هوادارهاشون نمیدونم چیه که اینقدر تلاش میکنم به اسرائیل نزدیک بشم. من میدونم که شما بهتر میتونید توضیح بدید، بفرمایید. خواهش میکنم. نه شما به حد کافی فکر میکنم توضیح دادید، من فقط یه مقدار جزئی راجع به داستان این آقای شریعت مداری اول عرض کنم که خب متاسفانه ایشون رو طی یه سندی که ویکیلیکس انتشار داده میبینیم که یه آخوندی به اسم خویی اگه اشتباه نکنم او پیشنهاد کرده که از وجود آقای شریعت مداری استفاده بشه برای ناآرام کردن آذربایجان، و در این سند هم آورده که در حقیقت اونا رو نمیتونن جدا بکنن از ایران ولی میتونن ناآرام بکنن، و به هر حال نشون دهنده این است که این حضرت آخوند به اصطلاح جاسوس CIA خیلی حرمت آزادی دیگه آقای شریعت مداری رو داشتن. این سندش تو این مقاله‌ای که من نوشتم به اسم آقازاده ها اگه درست میاد میداشم قدر هم را میدانم، توی مقاله موجود بخشی از چیزم کلیشه شده در حقیقت ویکیلیکس. خب این رو ما دیدیم و مسئله آذربایجان اصلا اون طرف در حقیقت اون آذربایجان نیست و همه میدونن و اسنادش موجوده که اونجا اران نام داشته و آذربایجان در حدود زمان جنگ اول جهانی این اسم گذاری شد و بسیاری از وطنخواهان ایران مثل ملک و شعرهای بهار و اینا همه اعتراض کردن، ولی دولت مرکزی ضعیف بود و درگیر بود و نتونست اعتراض به این نام بکنه و از این نام داره سوء استفاده میشه. در حقیقت اون بخش از ایران بوده و که در جنگ های اصطلاح ترکمنچای و قراردادهای اون زمان فتحعلی شاه واگذار شده. خب در طی این سالها هم متاسفانه حتی جمهوری اسلامی هم بسیار بد رفتار کرده، بد کار کرده اصلا در این مورد، هم در مورد تاجیکستان هم در مورد آذربایجان. متاسفانه جمهوری اسلامی هم بسیار بد عمل کرده، هم در رابطه با ارمنستان کلاً 17 شهر قفقازی که ما از دست دادیم، حالا هم در دوران پهلوی هم در دوران جمهوری اسلامی کاملا بد عمل شد. اینا هستش. حالا این چرا آقای رضا پهلوی دنبال روی اسرائیل است؟ اسرائیل در حقیقت برای تجزیه ایران کوشش میکنه، از کردها حمایت میکنه، به اینا اسلحه میده، در اقلیم کردستان کاملا مشخصه به اینا کمک میکنه. بخشی از کردها مدعی شدن که در همون اران که الان مثلا جمهوری باکو و از کردهایی که اونجا بودن حتی ادعا کردن که ما یهودی بودیم یا یهودی هستیم و برای اونا شناسنامه یهودی صادر شده.
خب در خیلی جاهای دیگه هم میبینیم که این کار رو میکنن، فقط اونجا نیست، در قسمت کردستان نیست، در قسمت آذربایجان هم هست که میبینیم اسرائیل پایگاه زده و از اونجا بسیاری از عملیات جاسوسی و خرابکاری در ایران رو هدایت میکنه. خب در حقیقت طرفداری رضا پهلوی رفتنش به اسرائیل و حمایت جلب حمایت اسرائیل و غیره، خب در حقیقت یک جور ایران ستیزی است و هیچ چیز دیگه ای نمیشه گذاشت و دنباله سیاست اسرائیل رو پی گرفتنه. و حتی میبینیم که امروز بعضی از صحبت ها، سخنرانی های هم که میکنه، سخنرانی ها هیچ تفاوتی با صحبت های نتانیاهو نداره. اونجا صحبت جریان مسائل بین المللی است، خطری که ایران برای کشورهای دیگه داره مثل امریکا، نتانیاهو میگه اینو و رضا پهلوی هم همینو تکرار میکنه و این اسباب تأسف و به نظر من از همون منشور به اصطلاح جورج تاون، در حقیقت ایشون از شاهزادگی استعفا داده و الان برخلاف حتی مصالح مملکت داره عمل میکنه و نتیجهش هم خیلی آشکاره. ما خیلی از اشخاصی که طرفدارش بودن و سنگشو به سینه سالیان میزدن، شهرام و مایون اسکویی و غیره، میبینیم امروز اومدن و همگی واقعا مینالند و متوجه هستن که این بابا ذره ملی و ذره وطن خواهی توش نیست. جناب بهگر، یک مسئله که هست، خب به هر حال بخشی از گذشتم شما توضیح دادید، یعنی از بعد از انقلاب در ایران خب رضا پهلوی به خارج از کشور میاد، اما خیلی از چهره های تاثیرگذار و چهره های بزرگ زمان پهلوی که به هر حال در بخشی از حکومت حضور داشتن، حاضر نشدن با رضا پهلوی همکاری کنن. حتی به هر حال آدمای درست حسابی هم کم نبودن در اون زمان، ولی وقتی میایم میبینیم اینا اکثرا به خارج از کشور میان مهاجرت میکنن، میایم میبینیم که اصلا تمایلی ندارن که با رضا پهلوی و همچنین مادر ایشون فرح رابطه برقرار کنن یا نزدیک بشن. حالا شما توی فرمایشاتتون آقای همایون مثال زدید و الان هم داریم همینو میبینیم، یعنی بخشی از اون جریانی که در دهه های اخیر خیلی نزدیک بودن به رضا پهلوی، در رسانه هاشون به به چهچه میکردن، خیلی تجلیل میکردن، میرفتن هر ساله سر مزار محمد رضا پهلوی در مصر، اونجا فرح میامد، برنامه میذاشتن، حالا مصاحبه میکردن، توی شبکه های تلویزیونشون به نمایش میذاشتن. اما همونا هم الان دوباره دارن ساز مخالف میزنن، ساز جدایی میزنن و حالا باز شما اشاره کردید مثلا شهرام همایونه و خیلی از افراد دیگه ای هستن که به هر حال حالا به هر دلیلی میبینیم که دارن از رضا پهلوی جدا میشن و یا فاصله میگیرن. دلیل این مسئله چی میتونه باشه به نظر شما؟ بله کاملا درست میفرمایید. مسئله تناقض تو رفتار و صحبتاش بود که اولا اتفاقا راجع به این جناب عالی گفتین، این کاملا صدق میکنه و این یه مقدار تناقض ها اول این جماعت رو گیج کرده بود، ولی عرض میکنم به تدریج رفتارش کاملا مشخص شد. وقتی یه کسی میگه آقا من طرفدار جمهوری هستم و اون رو ترجیح میدم، یعنی پس پادشاهی دیگه معنایی نداره، بعد میاد سر تازه پادشاهی هم که میگه، میبینیم که پادشاهی مشروطه در حقیقت نیست، میخواد یک جوری به اصطلاح دخالت تو سیاست بکنه و در حقیقت یک نوع طرفدار استبداده. این رو هم از خاطر نبریم.
تناقض بسیار زیاده و به خصوص وابستگیش به همین به دولت‌های خارجی، فرض بفرمایید طرفدار تحریم، طرفدار به نحوی طرفدار حمله به ایران، البته گاهی اوقات هم همونجور که شما هم گفتید تناقض که داره، مثلا اومده بود یک بار گفته بود از تمامیت ارضی هم دفاع میکنم و فلان اون زمان، ولی خب اون صحبت ها رو در حقیقت گفتن چون میخواد وکالت بگیره، اون زمان کمپین وکالت را افتاده بود، در حقیقت این رو برای اینکه این وکالت رو بگیره گفت و همین علت هم با صحبت های بعدیش نمیخونه و با کارهایی که کرده. به هر حال این که هم خودش رو پادشاه میدونه هم رئیس جمهور میدونه و هیچ کاری هم نمیکنه و راه هم به همه بسته، اون وقت خب اینا مشکل ایجاد میکنه. بعد خب خانم فرح پهلوی هم خب میاد، اگر ایشون طرفدار حکومت جمهوری پادشاهی مشروطه رو پس چی میگه؟ میبینیم خانم فرح پهلوی میاد میگه نور پهلوی دختر رضا پهلوی ولیعهده. پس اینها مسئله موروثی بودن پادشاهی رو در حقیقت مادر ایشون ترجیح میده، ایشون با مادرش هم حتی اختلاف داره و این گرفتاری تو بین اینها هست. مصاحبه هایی هم که خود رضا پهلوی میکنه موافق توافق هسته‌ای نیستش و اون رو خطای بزرگی میدونه. مشاورایی هم که داره میدونیم، یا ثابتی اون مقام امنیتی معروفه یا شهریار آهی است که خودش معترف بازنشسته سازمان CIA. خب با اینا به کجا میخواد بره؟ با اینا چجوری میخواد مردم رو جلب کنه و با این تناقض ها مردم رو چجوری میخواد رهنمون بشه؟ بدیهی که مردم رویگردان ازش و شانسی نداره رضا پهلوی، منتها توسط مدیا گنده میشه و هر روز هم مطرح میشه. گرفتاری ما این، من میبینم این اواخر، حالا قبل ها خیلی بیشتر در رسانه ها میامدن صحبت میکردن، اما در این اواخر مثلا در این یکی دو ماه اخیر بیشترین جایی که رفتن شبکه فاکس نیوز آمریکا است، شبکه‌ای در دست جریان‌ها و گروه‌های راست افراطی آمریکا قرار داره، به قول معروف ترامپیستا، و خب مواضع اونها مشخصه در رابطه با ایران، به هر حال تحریم حداکثری، فشار حداکثری، قرار دادن سپاه در لیست تروریستی کشورهای مختلف و به هر حال دشمنی با ایران، و حالا بکاری نداره با حکومت ایران، تحریم ها مستقیما بر روی مردم ایران داره فشار میاره و حتی اگر حالا حمایت از جنگ هم وجودی که تو باز تو فرمایشات شما بود، نشست و برخاست با کسانی که معتقدن باید به ایران حمله اتمی کرد و جنگ کرد با ایران، حمله نظامی کرد به ایران، اینها با این روشی که آیه رضا پهلوی در پیش گرفته آینده رو چگونه می‌بینی؟ ایشون به کجا داره میره؟ من فکر میکنم که هنوز به خاطر اینکه یک چیزی از قول خودش نقل میکنن که هر کاری من بکنم، از قول رضا پهلوی، من نمیسوزم. یعنی خب یه وراثت داره که به عنوان پسر شاه و مشخصه و به اصطلاح خب تنها کسی است که به عنوان رهبر جریان به اصطلاح راست افراطی در ایران شناخته میشه. ما به علت اینکه اپوزیسیون رهبری نداره و متفرقه، از اونجا که تمام مدیا دارن فقط رضا پهلوی رو در حقیقت لانسه میکنن، این تا مدت ها به نظر من این چهره خواهد بود، ولی روز به روز از این طرفداران او کمجور که ارز کردم کم شده و این واقعیتیه و هیچ شانسی نداره.
هیچ گفتاری نداره. آخه باید یه گفتاری داشته باشه، یه ایدولوژی خاصی داشته باشه، یه رهنمودی داشته باشه که مردم یک چیزی در این آینده ببینن. وقتی که تو اطرافیانت نمیدونم مقام ساواک و امنیتی سابق نمیدونم و همچین آدمایی هستن، مردم حتی افرادی که قبلا سابقه اصلاح طلبی داشتن در داخل کشور با روزنامه بله. اصلاح طلبی، الان جزو نزدیکان ایشون و همسر ایشون است. بله. بعد و میبینیم که مثلا همین همسر ایشون میاد فرض کنید شعار مرگ بر سمفسه سر میده. خب به این ترتیب این تضادی که در خانواده مادرش، همسرش، خودش سراپا تناقضن، اینا ره به جایی نمیبرن، هیچ چیزی برای گفتن ندارن و این به نظر من روز به روز رو به نزوله و تا برآمدن یک جریان ملی و یک رهبری ملی که بتونه ملت رو رهنمون بشه برای حکومت آتی، کماکان سعی خودشون رو رسانه‌های خارجی خواهند کرد، ولی شاهزاده روز به روز در حقیقت ضعیف‌تر میشه و شانسی نداره. متشکرم از شما. اگر صحبت یا نکته پایانی دارید بفرمایید آقای بهکر. من عرضی ندارم، ممنونم از دعوتی که کردید و امیدوارم به آینده و امیدوارم به جنبشی که در بوده و هست و جریان داره و میدونم که پیروز خواهد شد. ممنونم از اینکه به هر حال دعوت بنده رو پذیرفتید. ممنون از لطفتون. بازم تشکر میکنم از حضورتون و زنده باشید. از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.